جعبه نباشه مثلا. تاریخ وظیفش انتقال تجارب انسانی به همدیگه است. یعنی اون کسی که اومده چرخ اختراع کرده، از طریق تاریخ طرز ساختن چرخ رو به دیگران منتقل کرده. حالا کتاب تاریخ ننوشته، ولی همینی که به بچهش یاد داده چرخ اینجوری میسازی، این انتقال تجربه است. این یعنی تاریخ. تاریخ، پس تاریخ اومده از اون اول تجارب انسانی رو به همدیگه منتقل کرده، که وگرنه اگه تجارب قطع بشه که ما به جایی نمیرسیم. علوم تجربی هم قطع میشه، همه چی قطع میشه. میدونی علوم تجربی یه دفعه که سلفون نساختن که، هی به تدریج هر کسی یه گوشش گرفته اومده تا رسیده به روزی که ما سلفون ساختیم. همه اینا در اثر انتقال تجربه رخ داده. انتقال تجربه رو هم کی انجام میده؟ تاریخ انجام میده. میدونی تاریخ همینی که من بهت میگم مرداد جان حواست باشه فلان کارو نکنی، مثلا من در جوانی این کارو کردم کار خوبی نبود، یا خب این تجربه، این تاریخ دیگه. من دارم زندگی خودم، تجربه خودم دارم به تو انتقال میدم، خب این تاریخ دیگه. مطالعه تاریخ اومدن آقا تاریخ که مثلا فلان کس نوشته که شاهنشاه، بابا همین تاریخی که میدونی ما از همدیگه، این خودش تاریخ. اهمیتش تازه بیشتر از اونه، خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. چون میدونی این چرخو که شنیدی که میگن آقا من برم چرخو دوباره اختراع کنم، یعنی میدونی یه بار اختراع کردن دیگه. اگه این تاریخ نباشه همش دوباره تکرار مکرر چی در ایران آزمون خطا چیز، برای اینکه ما حافظه تاریخی نداریم. خب اشتباهات گذشته رو تکرار میکنن در ایران. میگن ایران کشوری که تداوم نداره، برای اینکه اومده مثلا شما فکر کن یه کشوری ساختن، شهر ساختن، فلان ساختن، کتابخونه ساختن، یه دفعه مغول حمله کرده همه رو به خاک سر کرد. خب حالا دوباره تو میخوای اینو بسازی؟ کدوم تجربه؟ اون بناها که اینا ساختن کو؟ اون معمارا که اینا رو کتابا که توش نوشته بود سوخت، اون دکترایی که معالجه میکردن این کارگرها رو که اینجا رو بسازن کو؟ اون کشاورزایی که میکاشتن میتونستن چه سالی چی بکاری اونا کو؟ مهندسا. خب مهندسا همه اینا رو تو بعد از نو شروع کنی دیگه. این باعث میشه که هیچ عقب بیافتی. برای کشوری این انگلستان یا ژاپن برای خاطر چی پیشرفت کرد؟ انگلستان هزار سال بهش تجاوز نشده، هزار سال. حتی هیتلر هم حمله کرد نتونست بگیره، نگرفت، یعنی به اشغال نینجام. خب این تداوم پیدا میکنه دیگه، تداوم تاریخی پیدا میکنه. یارو اگه یه شونه ساخت بعد همین یه دسته براش بذاره بهتره، بعد اونجاش اینجوری بکنه، تداوم پیدا میکنه دیگه. شده انگلستان. و نه نه خونشون هم ما رنگین در بوده، نه هوششون هم ما بیشتر بوده، نه این موقعیت جغرافیایی به اینا کمک کرده که اینا تداوم تاریخی داشته باشن. خب حالا اینو بگذاریم. حالا اینی که ما این چیزی که از تاریخ مثلا که الان بخوایم استفاده بکنیم، این تجربه‌ای که از تاریخ می‌خوایم استفاده، اولا به هیچ چی اعتماد نکنیم، به هیچ چی نباید اعتماد کنیم. تمام کتاب‌های تاریخی رو بخونیم، ولی میدونی ذهن نقاد داشته باشه. این حرف جور در میاد، مثلا میگه در چیز در فتنه مغول میگه 4 میلیون نفر در کجا کشته شدن؟ در بخارا مثلا. الان یادم نیست، آقا 4 میلیون نفر که شهرهای قدیم، میدونی شهرهای قدیم زیر ساخت 4 میلیون نفر. آره از اینجا بوده تا والمار 2 مایل 3 کیلومتر 4 کیلومتر بوده، شهرهای بزرگش. تو چی میگی 4 میلیون نفر کشته شده؟ میدونی چون اونجا نوشته ما اینو قبول نکنیم. به همین ترتیب اخبار، اینی که مثلا این حرفایی که سیاستمدارا میزنن همش دروغه. اصلا سیاستمدار رو باید بگی این حرفش دروغه، مگه اینکه راستش ثابت بشه. حرفایی که رسانه‌های دولتی میزنن همش دروغه. حرفایی که مطبوعات دولتی میزنن یا کلا مطبوعات، اینا همه دروغ. هیچ چیزی رو نباید چشم بسته قبول. چشم آدم باید عقل سلیم داشته باشه. در این آمریکا شما میدونی میگن common sense. تو یه چیزی به یارو میگی، میگی it doesn't make sense. خب it doesn't make sense میگه، یعنی حرف جور در نیم ساعت هم حرف بزنی معمول جمله تمام، چون میندازه تو خرد نقاد. میگه مثلا من یه جا کار میکنم روزی $200 میگیرم، یارو میگه it doesn't make sense، چون همچه چیزی نیست، نشید show me your paycheck. خب یه کلام
اما تو ایران ما نداریم که افسانه های الان اون صحبت افسانه ها رو میکنیم. حالا یه بنده خود اول انقلاب یه چیزایی میگه مثلا باور نمیکنیم، میگم it doesn't make sense. ما اینو نداریم، میگیم مثلا در ایران ما نمیگیم معقول نیست. هر چی میگه یارو میومد فلانی خبر داری چیه؟ گفت نه چی، چهارشنبه کودتاست دیگه، این بگیم رفت فوق سری هم. آره همینجور، تو از کجا خبر داری؟ من خبر دارم دیگه، حالا اینم تو شبکه کودتاست صداشم در نه. آره خلاصه چی بگی؟ ابله اومده میگه چهارشنبه خبرم میده، حالا سه روز دیگه چهارشنبه، اصلا چهارشنبه میومد رد میشه، میگم نشد دیگه. حالا دوباره بعد پنج روز دیگه میومد میگم این دوشنبه رفتن دیگه، میگفتی بابا نه به جان خودم رفتن، بی شوخی هم نداشت، جدی میگفت خبرشو دارم، خبر دقیق. حالا خبرش چی گفته؟ مثلا خانمش تو صف بوده، همسرشون بهشون گفته مثلا آدم بود چهار سال این حرف رو میومد دائم میزد و یه نفر دو نفر نبودن، هزاران نفر. آره این خبر داری این دوشنبه رژیم رفته، این سش بابا خب این حالوه دیگه، میدونی چی میگم؟ از اون ملت چیز که از این دیگه بیشتر در نمیاد که، یعنی به خاطر عقب افتادگی ما، به خاطر همین سادگی ماست. آقا جون اگه میخواد کودتا کنن چطور به تو خبر دادن؟ بعد که تو دیدی این سه شنبه نشد دوباره چرا تکرار میکنی؟ دوباره چرا تکرار میکنی؟ میدونی هی میای میگی میدونی همش این اطلاع دقیق دارم. یه نفر دو نفر هم نبود، صدها نفر به شدت رواج داشت در اول انقلاب. خب حالا تو به یه آمریکایی حرف بزنی میگی it doesn't make sense، یعنی این حرف معقول نیست. میدونی به ساده خودت میدونی که به ساده ترین آدم این حرفو بزنی قبول نخواهد کرد. تو فقط هم بین مردم عام و بی سواد نیست، تحصیل کرده هایم که تو ایران هستن اگه کارهای آکادمیکشون رو بخونی خیلی قاطعانه صحبت میکنن که این اتفاق افتاده یا حتما میفته، ولی کارهای آکادمیک آمریکایی رو نگاه میکنی میگه می، حتی میدونه اطلاعات دقیق داره ولی باز میگه می هپن، شاید اتفاق بیفته. بعدم من میخوندم یه مفهومی دارم به نام intellectual humility، یعنی فروتنی فکری. که اگه حتی یه چیزی رو هم 100% میدونی باز بگو شاید نشه، شاید یه درصد شک بزن. ولی ما تو کارهای آکادمی نه 100% این اتفاق افتاده، بیگمان بیتردید. تو کارهای آمریکایی اصلا هم چیزی نمیدونی، تو چیزهای آکادمی بیگمان بیتردید اصلا بنویسی یارو میگه بنداز دور این کتاب، تو چجوری میگی بیگمان؟ و خب روشنفکراشون اینجوریان، مردم عامشون هم به اون میرسن، اما روشنفکرای ما نه، نمیشه اصلا کسی نقد کرد، همه میگن بیگمان بیتردید. خب همینا یه ملت رو جلو میبره، همینا یه ملت رو عقب میبره. میدونی چی میگم؟ اینجا مثلا تو میدونی دیگه، مثلا یه موقع من نمیگم به مردم، حالا یه موقع پیش بیاد میگم مثلا من پی اچ دی دارم، به محض اینکه میگم پی اچ دی دارم دیگه یارو سکوت میکنه، یعنی در مسائل تاریخی راجع دیگه حرف نمیزنه. خب دیدم ها، خود 100 دفعه مثلا دیدم یارو میگه دیگه از آقای دکتر بپرس، من نمیدونم ایشون وارده تخصص. حالا ایران باشه میخواد با زور آزمایی کنه، نگه یه برگه کاغذ آوردی واسه من، واسه من داری دکتر اصلا معلوم نیست، برگه کاغذ آوردی واسه من، این برگه کاغذ هم از اون مقالطه هاست، برگه کاغذ من درست 15 سال درس خوندم پشت این برگه کاغذ بوده، یه برگه کاغذ آوردی مثل... خودم بوده یه برگه کاغذ واسه خود درست کن مثل رحیم خالقی که فقط یه امضا بخواد، یه امضا بخواد، حالا امضا آره میگه یه امضا بخواد، من امضا میگی به من بده من برم 10 نفر رو بکشم، یه امضا نیست که میدونی تعداد امضا نیست، مغلطه است. آقا یه امضا به من بده من برم خونه رو دوباره بسازم. خب این که آخر حالا نمیگم نباید بدی، ولی خب آخر یه امضا که نیستش که تو پشت بالای امضا چی نوشته، میدونی چی میگم؟ یارو میگه آره یه کاغذ داری، میگه من دکترم، آقا جو این کاغذ نیست، 15 سال درس خوندم پشتش، به غیر اون جلوتریاش 40 سال 30 سال درس خوندم پشتش، تام میتونی برای کاغذ دادم. در حالی که در این آمریکا احترام میذاره. آفرین. خب پی اچ دی سواد میگه دیگه از آقای دکتر بپرس، من نمیدونم. حتی حرفی هم میزنه به میگه این حرفو من شنیدم به نظر شما درسته؟ بهت نمیگه نه من میدونم شما خبر نداری. حالا تو ایران یارو اصلا تو رو قبول نره، تو چیکاری؟ من خودم واردم، یارو اومده تو همین فیسبوک جدید من نوشتم تاریخ اغلب جهل واقعیات است مثلا، بعد یکی دیگه اومده گفته بله تاریخ اینه ولی فلسفه تاریخ متفاوته. مرد حساب فلسفه تاریخ تو اصلا میدونی چی هست که نوشتی؟ داره به من که کارم اینه، اون داره به من میگه فلسفه تاریخ این اصلا
سواد تاریخ چی نهره فکر نمیکنم دیپلم هم داشته باشه. خب اومده به من میدونی، خب این من حرفی ندارم، بیا هر چی میخوای بگی بگو، ولی این میگم یعنی باعث این کارا اینه که هر کسی یارو میاد میگه آقا روغن بنفشه، خب واسه این که این توی آمریکا بیاد این حرفو بهش بزنه میخندن بهش. میدونی چی میگم؟ این طرز تفکر است که یه ملتی رو جلو میبره یه ملتی رو عقب میندازه. اما خب حالا اینو برگردیم سر تاریخ بعد بریم واسه پامنات صحبتی میخواستی بکنیم. خب ببین در تاریخ ما دو نوع مطالعه داریم، مطالعه درجه اول، مطالعه درجه دو. مطالعه درجه اول سوژه کیه؟ مورخ. خب سوژه سابجکت انگلیسی، سوژه فرانسوی. سوژه ابژه رو مطالعه میکنه. ابژه چیه؟ که همون ابژه موضوع مطالعه است. مثلا ما در مورد قیمت نان در سال 1285 مطالعه میکنیم، این ابژه است. سوژه کیه؟ این مورخی که داره تحقیق میکنه در مورد قیمت نان. خب این یه نوع مطالعه تاریخیه. مطالعه تاریخی که از این خیلی مهمتره، سوژه کیه؟ مورخه. میاد چیکار میکنه؟ سوژه رو مطالعه میکنه. یعنی مورخ میاد میگه آقای احمد کسروی که راجع به تاریخ مشروطه کتاب نوشته است و کتاب خوبی هم نوشته است، این چه جور آدمی بوده؟ در کجا به دنیا آمده؟ ریشه‌های خانوادگیش چی بوده؟ فکرش چی بوده؟ وابستگی‌های سیاسیش چی بوده؟ وابستگی‌های فکریش چه بوده؟ نمیدونم علایقش چه بوده؟ چقدر مثلا به ایران علاقه داشته، چقدر به آذربایجان علاقه داشته، چقدر به خاورمیانه علاقه داشته، چقدر با کشورهای خارجی رابطه داشته یا تنفر داشته، دوست داشته یا. این سوژه سوژه است. این سوژه سوژه در بسیاری از موارد از سوژه ابژه از مطالعه درجه اول مهمتره. یعنی مطالعه درجه دوم از مطالعه درجه اول مهمتره. یعنی منی که رادیو بی بی سی رو دارم گوش میکنم، داره برای من ایرانی دل میسوزنم، من باید ببینم که آیا بلنگوی دولت فخیمه انگلستان چه چیزی داره واسه من دلسوزی بکنه، این کدوم کشوره که داره واسه من دلسوزی میکنه، این رادیو بی بی سی آیا انگلستان در کشور ایران سابقه خوبی داره، آیا برای کشور ما دلسوزونده، آیا برای مردم ما نه منفی نه مثبت، هرچی اینو سوال کنیم از خودم. چشم بسته قبول نکنیم هر چی که گفت. این داره میگه چی داره میگه؟ چون این داره میگه قبول نکنیم. آره چون داره میگه مثلا دو تا چهار نفر هم اونجا گذاشته که فارسی خوب صحبت میکنن، خانم هم هستن، شاید صدای قشنگی دارن، فهمیدم. آقا این شما ببین، آخه این سوژه‌ای که داره این خبر رو به شما میده، خود این سوژه کیه؟ میدونی چی میگم؟ یعنی مطالعه این وقتی شما میگی طبری، آخه طبری کی بوده؟ مثلا سعدی. خب ما سعدی داریم، حافظ. خب اخباری که داره سعدی میده، شما ببین گرایش‌های فکری سعدی کیه، سعدی در کجا مطالعه کرده، دست در کجا خونده، در نظامیه‌های بغداد، نیشابور، دمشق. خود کتاب سعدی رو میخونی چه گرایشاتی از توش در میاد، از حافظ چی در میاد. میدونی مطالعه مورخ گاهی از مطالعه تاریخ مهمتره، چون ببینی خبری که این داره میده، آیا این خبری چه گرایش‌های فکری داره، چه چیزی داره، این حرفی که داره چه انگیزه ای داره. چون ببین ما در تاریخ تاریخ این نیستش که من کابانی اینجا نشستم مثلا اینه میبینم، این نه همچی چیز نیست. ساعت 10 و 11 دقیقه پرنده پرواز کرد، نه شما نگاه میکنی 4 تا پرنده است، اون پرنده ای که دوست داری میبینی، اون ستای دیگر رو نمیبینی، کاملا علمی هم. همه امروز شد همین در بین مسابقه گفتی سینه سرخه، تاجشو ببین، 100 تا پرنده بسیدن اونا رو نگاه نمی کنن، اون رو نگاه میکنی. حالا اگه ازت بپرسن پرنده هایی نمیدونی که اون رو نگاه میکردی. خب تاریخ هم دقیقا همینه، ما که یه چیزی نیستیم که ضبط صوت نیستیم که هرچی میاد طرف اون ضبط بکنیم، ما هم یه چیزایی میگیریم یه چیزایی نمیگیریم، یه چیزایی رو دلمون میخواد بگیریم یه چیزایی رو دلمون نمیخواد. دیدی با بعضی کسا صحبت میکنی میگی آقا مثلا این که میخواد رئیس جمهور بشه اینجا، یارو میگه اصلا با من صحبت نکن، اصلا به من نگو، من نمیخوام این صحبت رو راجع به این آدم بشنوم، من دوستش دارم، خوشم میاد ازش، به من نگو هر کار کرده، نمیدونم چیکار کرده، هر به من نگو.
میگه خودش الان میگه به من نگو، من نمیخوام، من دوستش دارم، میخوام بهش رأی بدم. میدونی چی میگه؟ حالا این یارو داره آگاهانه میگه آقا من از این آدم خوشم میاد، میخوام بهش رأی بدم. خیلی موقع غیر آگاهانه است، اصلا حس میکنی، اصلا نگاه نمیکنی. میدونی چی میگه؟ وقتی که روی یه چیزی این ما اینجوری بر وقایع نگاه میکنیم، وقایع رو که همه رو ضبط نمیکنیم که، گزینشیه، به صورت کاملا گزینشی ما وقایع رو ضبط میکنیم و بعد به صورت کاملا گزینشی اون رو روایت میکنیم. آقا من دارم داستان بچه های پامنا رو میگم، یکی رو که خوشم نمیاد اصلا اسمش رو نگم، باش مشکل داشت، خوشم نمیاد ازش دیگه. حالا تو بیا بگو آقا مورخ باید بی‌طرف باشه، اصلا نمیتونم بگم خوش حسش. حالا یکی خوشم میاد میگم خیلی آدم خوبی هم بوده، حالا شاید آدم خوبی هم نباشه، اصلا مورخ کارش هم دیگه، مورخ آفریننده است. وقایع رو که مورخ گزارش نمیکنه، مورخ وقایع رو به اون صورتی که دلش میخواد گزارش میکنه. فرقش اینه مورخ میره به اون موضوعی که علاقه داره اونو گزارش میکنه. میدونی چی میگم؟ مثلا یه نفر حالا اونجا خورده زمین، که مورخ گزارش نمیکنه یارو اونجا خورده زمین پاشم شکست. ولی مثلا شاه عباس روی اسب بود اونو میگه، میگه آره شاه عباس روی اسب. مورخ میاد اون چیزی که بولد میکنه، اون چیزایی که خودش علاقه داره. حالا یهم میگه من بی‌طرفم، ما اصلا مورخ بی‌طرف نداریم، اصلا نمیشه، من الان خودم سعی میکنم. من اینا که میام میگم مثلا پامنار، چرا میگم؟ چون دوست دارم اونجا رو، اونجا بزرگ شدم، اونجا بزرگ شدم، محل منه. چرا نمیرم راجع به پاچنار صحبت بکنم؟ چرا نمیرم راجع به نیویورک صحبت بکنم؟ علاقه دارم. چون علاقه دارم، کودکیم در اونجا سپری شده، بعدم اونجا راجع به چیزایی صحبت بکنم که بازم خودم علاقه دارم. حتی تو خود پامنارم بازم گزینشه. اون کسایی که دلم میخواد بالا پر میدم، اون کسایی که خوشم نمیاد اصلا حرفشون نمیزنم، حرفم زدم یه جوری میگم. آره یه نفر بود اینجا اسمش هوشنگ، یعنی چی؟ شما بدونید این آدم عوضیه. مثلا اونجور که من میگم، یعنی یارو میفهمه که من مثلا از این، ولی مثلا رفیقمون بیاد بگه، میگه آقا این بهترین آدم دنیا بود مثلا. آره. اون یه جوری دیگه تعریف میکنه. ما از زاویه دید خودمون ثبت چیز نداریم، ثبت بی‌طرفانه نداریم، گزارش بی‌طرفانه نداریم. اصلا چیزی که میبینیم، گفتم که الان اینجا 100 تا پرنده بودن، من گفتم اونو نگاه کن، خب بغلیاشو نمیدیدم دیگه. دو دقیقه بعدش هم شما یا آمرداد بگی آه بابا این چی بود، میگم من نمیدونم، من داشتم اون رو نگاه میکردم. حالا صد تا پرنده است که، خب اون پرنده ها دوباره نمیان واسه من که نمایش بدن. مورخ به همین اعتبار مورخ قدرت بسیاری داره، چون مورخه که میگه چه کسی در تاریخ باشه چه کسی نباشه. یعنی من مورخ تعیین میکنم که فلان واقعه رو که در پامنار اسب افتاده بگم، اون یکی رو نگم. و مورخ حیات بخشه. میدونی اینایی که همه رو من اسم میبرم دوباره زنده میشن، اینا رو من در تاریخ زنده میکنم. یعنی اسمشونو که من، اگر من اسمشونو نمیوردم رفته بود، حالا کار ندارم اگر کسی دیگه هم اسم من این کار رو میکرد مثلا، ولی اگر کسی اسمشونو نبره اینا رفتن دیگه. کسی چه میدونه یه موقع آقا کاظمی در پامنار بوده؟ میدونی چی میگم؟ کسی چه میدونه چه اتفاق مثلا پازوکی کی بوده در پامنار؟ من مورخ اینا رو زنده میکنم. میدونی وقتی که بیهقی برمیداره جنگ فلانه، میدونی که اونجا حمله کردن، اونجا اینطوری شد، اگر بیهقی اینو نده که دیگه رفته دیگه، اون جنگ رفته تو بود. مثلا حالا این البته تاریخ نیست، ولی خب مثلا همین فردوسی رستم یلی بود در سیستان، من همش کردمش رستم دستان. مثلا خب رستم هم فراموش میشد اگه فردوسی نه. اصلا ببین بعد تازه حالا خود فردوسی چی میگه؟ میگه رستم یلی بود در سیستان، منمش کردم. یعنی میگه من مورخ اینو اینجوری کردم، من کردم، کسی نبود، رستم یلی بود، منمش کردم رستم. خودش به خاطر همین بهت میگه فردوسی نابغه است، نابغه‌ای بر فراز قرون. بعد میگه بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. خب یعنی میگه عجم مرده بود، اگه من نمیگفتم تموم شده بود. بعد خودش هم نمیرم از این پس که من زنده ام، چه تخم سخن را پراکندم. یعنی خودش هم میگه خودش اسم منم موند. به اهمیت خودش میفهمه که اینایی که داره میگه ملت ایران با اینا زنده شد. ببین واقعه گفتم که واقعی که کسی گزارش نکنه این وارث نمیفهمد، نه رستمی بود، نه کاوه‌ای بود، نه ضحاکی بود. وقتی اینا رو همه رو فردوسی گفته ما فهمیدیم میگه، و اینا کی میخواست بگه؟ بعدم چی میگه؟ میگه عجم. فردوسی ناتوان نیستش که، فردوسی استاد سخنه، چرا میگه عجم؟
عجم یعنی گنگ دیگه. چرا میگه مثلا ایرانی یا ایران. فارسی چرا میگه عجم؟ میگه یعنی اینا مرده بودن، عجم لال بودن، من زندهشون کردم. عجم زبان میشن، یعنی خودش منظورش به عجمه، نمیگه چون عربا میگن عجم، میگه یعنی این یه ملت مرده ای بود، ملت لالی بود، عجم زنده کردم. استاد زبانه، میدونی ورزاسی نمیتونه بگه حرف کندم از نزد کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. یعنی خودش به نقش خودش واقف. ورزاسی هم مورخه دیگه، منتا مورخه شرط نبسته که واقعیت واسه تو گزارش بکنه. اون داره اون چیزایی رو خودش هم داره میگه، شنیده هاشو اون چیزایی که رستم یلی خودش هم دست داره میگه که من تعهد نکردم، من دارم تاریخی برای تو میسازم که آینده تو رو بسازم. اصلا وظیفه مورخ قد شد وظیفه مورخ اینه. یه لحظه بایستیم. خب این بحثمون درباره تاریخ بود که حالا بالاخره تا حدی که وقت اجازه میداد درباره صحبت کردیم. انشالله بعدن هم صحبت به اهمیت مورخ هم پی بردیم. انشالله مورخ گزارشگر. حالا ببین گزارشگر چقدر چیز داره، گزارشگر چقدر قدرت داره. مثلا چیز میگه که حالا اینم بگم، میگه که این که رفته بود پدرشو در ایران کشتم در زمان مشروطه، جمالزاده پسر سید جمال واعظ بود، مشروط طلب بود، پدرش آخوند بود، کشتن در زمان چیز. بعد این رفت سوئیس، دیگه هم هیچ وقت ایران بر نگشت. گفتن بیا وزیر اینا بشه، گفت من نمیام. بعد این میگه که یه وقتی اومده بوده ایران، میره دیدن محمد مسعود، میگن یه نفر میاد دنبالش، میگه که آقا شما بیا بریم محمد مسعود ببینیم. میگه من، میگه ما ماشین آوردیم، با ماشین میگه رفتیم اونجا، دیدیم یه خونه خیلی بزرگی اینا، گفتیم که سلام و فلان اینا، نشستیم. گفت شما بیا با ما همکاری کن اینا. گفت چه همکاری؟ گفت ببین روزنامه‌نگاری، این همه خونه و اینا رو که می‌بینی، من از همین راه روزنامه‌نگاری خریدم. محمد مسعودم توده‌ها ترور کردن، بندازن گردنش که نشون. بعد میگه که این محمد مسعود چیکار می‌کرد؟ مثلا خبرچین داشت در سفارت‌ها و مقامات اینا، مثلا کلفت نوکرا می‌اومدن به خبر می‌دادن که مثلا آقا یا خانمی همچی رسایی رو بالا آورده. خب این بعد اینجا می نوشت در روزنامه صفحه اول، می نوشت گزارش ما راجع به رسوایی سفیر در یکی از کشورهای اروپایی. منتها اینقدر چیز می داد که یارو بفهمه این راجع به کی داره صحبت می کنه، یعنی طرف معامله بفهمه که این داره راجع به تو صحبت می کنه. بعد یه 4-5 جمله می نوشت، می نوشت بقیه مطلب در شماره بعد. من رفتم روزنامه رو دیدم، دیدم همین حرف که جواب داده میزنه کامله. بعد یارو سفیره تماس میگه دستم به تامره ننیسید تو روزنامه، آورو ما رو میبره اینا 5,000 تومن راه باجگیری رو پیدا کرده. میگن یعنی گزارشگر روزنامه نگار مورخی همچه قدرتی داره، حتی میتونه حقیقت و وارونه جلوه. من الان میتونم مثلا یه نفری که در پاملا خیلی آدم خوبی بوده بگم نه این خیلی آدم بی خودیه. یعنی چی میگم؟ البته من هم چیکارش نمیخوام بکنم، کسی هم نمیاد بهم پول بده. یعنی روزنامه نگار یه همچی قدرتی داره، شغل خیلی خوبیه. یعنی چی میگم؟ یعنی تویی که تعیین میکنی که این آدم خوبی باشه یا نباشه. ولی یه شکست مفتزهانه رو میتونه بکنه پیروزی. آره. مثلا همون نامه‌ای که گفتی نادرشاه. آره. یه جوری نوشته که انگار نه انگار گفت بابا زدم پدر ما رو در حالت میگی. آره. گوشه چشم میشه. واقعیت وجود نداره. ما چیزی به عنوان واقعیت نداریم در گزارش ها. اون گزارش واقعیت. گزارش واقعیت هم یه روحش دلش واقعی نیست. من اینکه ویدیو و فیلم و عکس و اینا باشه. خب بازم... ویدیو و فیلم و اینا خیلی چیز میکنه، خیلی دست مورخ میبنده که دروغ بگه. ولی بازم همون هم میشه که بازم یه دستکاریایی میکنه، از یه زاویه بگیری که آره یه زاویه بگیری، یه داستانی بذاری پشتش. مثلا میدونی توی یکی از بازی‌های استقلال پرسپولیس، بازیکن پرسپولیس یه دفعه دغ برگشت زد تو گوش یارو. خب اصلا نشون داد دیگه، همه چیزا نشون دادن که این خوشونت کرده. بعد اومدن به یارو گفتن، گفت به من فوش خوار مادر داد، منم زدمش. نه چی میگم، دوربینا نشون میداد زده، اونم اصل زدن انکار نکرد، احتمالاً هم راست میگه. میگم یعنی حتی دوربین هم هست، یارو یه داستانی میذاره پشتش، میدونی عوضش. آره. در صورت این میدونی بحث و فکر کردن راجع به تاریخ خیلی مهمه. برای همه افراد ها،
به خاطر اینکه هر حرفی که یکی گفت زود قبول نکنیم. ما یکی از مشکلاتی که تو ایران داریم هنوزم داریم، خیلی ساده لوح، هر چی میگن زود یارو میگه آره دیگه، اخبار گفته، اخبار الان مهم نیست، حالا خوبه اخبار گفته باشه، میگه گفتن چی گفته نمیدونم، یکی گفته یه چیزایی میگن اصلا یه موقع حالا این حرفو بعدن با قطعیت تمام. در ایران سال 61 62 63 اینا میگفتن که آقا مارا حمله کردن به یه شهرکی در اصفهان، شهرک داد، همه میگفتن هزاران مار حمله کردن. ما نمیگی به طرف میگفتم آقا اینا حمله کردن، آخه یه عکاسی فیلم اینا، میگم نمیذارن چرا نمیذارن، مگه این سیاسیه یا امنیتی؟ ماره. میگم نه اون یه جریاناتی تو خبر نداری، حالا یه چیز مثلا عاقلانه هم میگیره، یه جریاناتی تو خبر نداری، یعنی خیلی از چیز تو بالاتر دنبالش داره. 90 درصد این مردم میگفتن مارا آره حمله کردن، چی بوده این؟ آها این میدونی به قول بیهقی میگه مردم به داستان جن و پری بیشتر علاقه دارن تا روایت های واقعی. داستان آره، بیهقی خودش میگه که آره یارو میاد میگه رفتیم، خود بیهقی میگه، میگه رفتیم آره یه جزیره پیاده شدیم، آتیش روشن کردیم، یه دفعه دیدیم جزیره تکون خورد، نگو ما پشت نهنگ بوده پیاده شدیم، خیال کردیم جزیره است. میگه به این جور چیزا علاقه دارن. یارو آره مار حمله کرد، آقا چون کدوم مار؟ آخه این یه خبرنگار نمیده یه عکس بندازه، آخه روزنامه ها چرا نمیگن رادیو؟ میگم نه این چیزه نمیتونه. حالا اگه دستش هم میگرفتی میبردی اصفهان نشون میدادی که خبری نیست، میگم جمع کرد. نه جمع کردن زده اینا رو، آره شبونه ریختن خوش فهمیدن ما خوششون میاد حرفی بی خودی بزنن، میدونی چی میگن؟ من نمیدونم آخه عزیز من از حرف مفت چی در میاد، آخه یکم فکر کن هزاران مار برای چی حمله کردن به یک؟ خب این هزاران مار آخه این همه روزنامه هست، حالا رادیوهای ایران میگیم میترسن، نمیدونم به چه علتی میترسن از مارا، خارج چی؟ چرا بی بی سی نمیگه؟ چرا رادیو آمریکا نمیگه؟ چرا یه جریاناتی هست اینجوری بحثو میبنده؟ آره همینجوری همچین هم میگفتن، مثل که یه اخبار فوق سری هزاران مار حمله کردن، نمیدونی فلان یه داستانه. یا مثلا چیز بود یه دفعه تو محله ما یه حادثه شد، گفت آقا بریم آینه بین بیاریم. آینه بین میدونی چیه؟ یه نفر میاد مثلا چیزه درویش و اینا و یه بچه رو میشونن جلو آینه، اون تو آینه نگاه میکنه میگه مثلا فلان کس این پول فلان کس بود، مثلا تو خونه ما دوز بوده، میگم فلان کس بود. بعد من از اون اولش هم همینجوری این طرز فکر من میگم آقا جون اگه آینه بین هست، بعد اداره آگاهی چرا نمیره آینه بین بیاره این دوز داره میخواد بگیره؟ خب چرا برای آینه بین بیارن اونجا همه دوز داره معلوم بکنه؟ دیگه میگفتن نه اون تو نمیدونی آینه بین هست ثابت شده، یه جوری هم میگن ثابت شده. خب مثلا مؤسسه های پژوهشکده ها اومدن آینه بین هم آوردن، هیچی هم در نیومد. چی آینه بین؟ تو بچه تو آینه نگاه بکنه دارم. ولی میگفتن هست تو آینه بین بیار، سه چهار مرتبه آینه بین آوردن به هیچ نتیجه هم نرسیدن. خب اینا همین هاست، اینا دنبال کامن سنس نمیگردن. آره. مرد تو اینا بگی کامن سنس همین هاست که باعث پیشرفت یک کشوری میشه. حالا تو آمریکا میتونی این کار رو بکنی، به یارو بگی من آینه بین بیارم، یارو میگه برو دنبال کارت برو. اینه به همین مردم عادی کوچه بازار آمریکا هم چیز رو قبول میکنن. پیرمرد 80 ساله آمریکا هم چه حرفی قبول میکنن؟ یا چیز همه فالگیری فورچن تلر میگن اینجا اصلا میخندن میگن هستن یه ده. آره ولی اونا هم که من میگم تو چاینا تاون و ایناست. آره خود آمریکایی خود آمریکایی هم فورچن چی رو میگه؟ آمریکایی هم میگه فورچن تو بانکه فورچن فدرال ریزرو برو اگه بخوای بری پول تو بانک داری بریم بهم بده دیگه. من فورچن یه جوری دیگه نمیدونم فورچن چیه چی میگه پول راست میگه. آره این صحبت رو تموم کنیم. آره این بخش رو ببندیم. خب پس بحث درباره تاریخ بود. آره یه چایی بخوریم.